جایی که خرچنگ ها آواز می‌خوانند، نوشته دیلیا او اینز ترجمه آرتمیس مسعودی با صدای هلیا مقصودی قسمت چهارم فصل 25 دیدار با پتی لاو 1969 ضربه آهسته‌ای به در دفتر کلانتر زده شد وقتی سایه نامشخص و در همه پتیلاو اندروز مادر چیس پشت شیشه مات ظاهر شد جو و اد سرشان را بلند کردند. از همانجا هم توانستند او را از پیراهن و کلاه مشکیش تشخیص دهند. موهای قهوهیش که به خاکستری میگرایید مرتب از پشت بسته شده بود و رژ لب ملایم و مناسبی داشت. هر دو مرد ایستادند و اد در را باز کرد. سلام پتی بیا تو بشین. برات قهوه بیارم. او به لیوانهای نیمه پرانها که قطرهای قهوه روی لبهشان چکه کرده بود نگاهی انداخت. نه ممنونم اد روی صندلی که جو عقب کشیده بود نشست هنوز سر نخی پیدا نکردی بعد از گزارش آزمایشگاه اطلاعات دیگه ای به دست نیاوردین؟ نه نه خبری نداریم. ما قرار تحقیقات گسترده ای انجام بدیم و هر اطلاعاتی به دست بیاریم تو و سم اولین کسی خواهیم بود که ازش با خبر میشیم. اما این تصادفی نبوده اد میدونی من میدونم که تصادفی نبوده چیس هرگز نمیتونسته خودش از روی برج افتاده باشه میدونی که اون چطور ورزشکاری بود و باهوش با اینکه شواهد کافی وجود داره برای اینکه به قتل مشکوک بشیم اما هنوز تحقیقات ادامه داره و هنوز چیزی مشخص نشده حالا گفتی میخوای یه چیزی به همون بگی؟ بله و فکر میکنم چیز مهمیه. پتیلاو نگاهش را از اد به جو برگرداند و دوباره از جو به اد. یه گردنبند صدف بود که همیشه تو گردن چیس بود. سالها اونو داشت. میدونم شبی که رفته بود به برج اون گردنش بود. شام اومده بود پیش من و سم. یادتونه که بهتون گفته بودم. پل نمیتونست بیاد. شبی بود که برنامه بیریج داشت. چیس درست پیش از این که بره به برج اونو انداخته بود گردنش. و بعدش اون... خب وقتی ما تو کلینیک دیدیمش گردن بند گردنش نبود. من فکر کردم پزشک قانونی اونو از گردنش درآورده. برای همین اون موقع حرفی نزدم. و بعد به خاطر تشی جنازه و این طور چیزا موضوع رو فراموش کردم. یکی دو روز پیش رفتم سیوکس و از پزشک قانونی خواستم بذارن وسایل شخصی و لباسای چیس رو ببینم. میدونین که اونا رو برای آزمایشگاه نگه داشته بودن. اما من میخواستم اونا رو بگیرم تو دستم و لباسایی که شب آخر پوشیده بود لمس کنم. اونا گذاشتن من بشینم پشت یه میز و وسایلش رو نگاه کنم. کلانتر گردنبند صدف اونجا نبود از پزشک قانونی پرسیدم اونا گردنبند رو از گردنش در آوردن گفتن نه گفتن اصلا گردنبندی گردنش ندیدن اد گفت خیلی عجیبه با چه بندی آویزون بود شاید وقتی از بالا افتاده در اومده یه دونه صدف بود که از یه تیکه چرم باقی نشده آویزون بود. سفت بود و گره خورده بود. اصلا نمیدونم چطوری در می اومد. درسته پتی. چرم باقی نشده سفته و بعد جور گره میخوره. چرا تمام مدتون گردنش بود؟ فرد خاصی اونو براش درست کرده بود؟ بهش داده بودن؟ پتیلاو ساکت ماند و نگاهش را از سمت میز کلان تر برگرداند. می ترسید چیز بیشتری بگوید زیرا هرگز اعتراف نکرده بود پسرش با دختر مرداب در ارتباط است. البته شایعاتی در دهکده پیچیده بود که چیس پیش از ازدواجش بیش از یک سال با دختر مرداب ارتباط داشته و پتیلاو حتی در مورد بعد ازدواج نیز مشکوک بود. اما وقتی دوستان در مورد این داستان ها سؤال کرده بودند همیشه انکار کرده بود. ولی حالا وضع فرق داشت. حالا باید حرف میزد زیرا میدانست آن زن جوان با مرگ پسرش ارتباط دارد بله من میدونم کی اون گردنبند رو برای چیس درست کرده بود اون زنی که با اون قایق قرازه این اطراف میچرخه. سالها این کارو میکنه. توی مدتی که همدیگر رو میدیدن اون گردم بند و درست کرد و داد به چیس. کلانتر پرسید. منظورتون دختر مردابه؟ جو به حرف آمد. اخیرا دیدینش؟ دیگه دختر بچه نیست. احتمالاً بیست و خورده ای سالش باشه و واقعاً تیکه ایه. ات پرسید برای اینکه مطمئن بشیم همون زن به اسم کلارک؟ پتیلاف گفت من اسمش رو نمیدونم. حتی نمیدونم اسمی داره یا نه. مردم بهش میگن دختر مرداب. میدونین که سالها به جامپین صدف میفروخ. درسته. ما داریم در مورد یه شخص واحد صحبت میکنیم. ادامه بده پتی. خب وقتی پزشک قانونی گفت گردنبند بند گردنش نبوده من خیلی تعجب کردم. بعد به فکرم رسید اون تنها کسی بوده که ممکنه علاقهی به برداشتن گردن بند داشته باشه. چیس ارتباطش رو با اون قطع کرده بود و با پرل ازدواج کرده بود. اون دیگه نمیتونسته چیس رو داشته باشه پس ممکنه اونو کشته باشه و گردن بند و از گردنش در آورده باشه. پتی لاو کمی لرزید. بعد نفسش را حبس کرد. اد گفت میفهمم. خب این خیلی مهمه پتی و ارزش بررسی رو داره. اما بیا داوری نکنیم. تو مطمئنی اون دختر گردم بند و بهش داده بود؟ بله مطمئنم میدونم چون چیس نمیخواست بهم بگه اما بالاخره گفت چیز دیگه ای در مورد گردنبند بند یا نوع رابطه میدونی نه اصلا چیز زیادی نمیدونم حتی مطمئن نیستم چه مدت با هم ارتباط داشتن شاید هیچ کس ندونه چیس در این مورد خیلی پنهان کاری میکرد همونطور که گفتم تا چندین ماه به هم چیزی نگفته بود. بعدش هم که به هم گفت هیچ وقت نمیفهمیدم وقتی با قایقش رفته بیرون با دوستاشه یا با اون دختر است. خب ما بررسی میکنیم. بهت قول میدم. متشکرم. مطمئنم این یه سر نخه. بلند شد که برود و اد در را برایش باز کرد. هر وقت صحبتی داشتی بیا پتیلا خدا نگهدار اد جو اد پس از آنکه در را بست نشست و جو پرسید خب نظرت چیه اگه کسی توی برج گردن بند و از گردن چیس در می آورد لاغل یه ردی ازش باقی میموند من میتونم بفهمم ممکنه کسی از مرداب توی این ماجرا نقش داشته باشه. اونا قوانین خودشونو دارن. اما اصلا نمیدونم یه زن میتونه مرد قوی هیکلی مثل چیسو از اون سوراخ بندازه پایین یا نه. جو گفت میتونه وسوسش کرده باشه اونو کشونده باشه بالای برج و پیش از این که برسن اونجا حفاظ و باز کرده باشه. بعد وقتی تو تاریکی چیس اومده کنارش پیش از این که حتی اونو ببینه هلش داده باشه پایین. کلانتر گفت به نظر میرسه احتمالش باشه. آسون نیست اما امکان پذیره. سر نخ مهمی نیست. گم شدن یک گردم صدف. اما در حال حاضر تنها سر نخ ماست. البته به جز نبودن رد پا و تعدادی علیاف قرمز مرموز. درست. اما چیزی که من ازش سردر نمیارم اینه که چرا اون به خودش زحمت داده گردن بند و از گردن چیس در بیاره. خیلی خوب اونطوری که این زن میگه اون میخواسته به هر قیمتی شده چیس رو بکشه. اما حتی اگه چنین انگیزه ای هم وجود داشته چرا گردن بند و برداشته که دقیقا اونو با قتل مرتبط کنه. خودت که این طور چیزا رو میدونی. به نظر میرسه تو هر جنایتی یه چیز بیمعنی پیدا میشه. قاتلا یه جایی رو گند میزنن. شاید اون از اینکه که چیس هنوز گردن گردنش بوده متعجب و عصبی شده و بعد از اینکه که قتل رو انجام داده به نظر نمیرسه در آوردن اون از گردنش کار سختی بوده باشه. اون نمیدونسته ممکنه کسی گردنبند رو به خودش ربط بده. شواهدی که تو پیدا کردی نشون میده چیس اونجا سر و سری سر داشته. شاید همونطوری که میگفتی اصلا ماجرای مواد مخدر نبوده بلکه یه زن بوده همین زن. و اهالی مرداب خوب میدونن چطور رد پاها رو از بین ببرن چون اونا تله میذارن تعقیب میکنن به دام میندازن از اینطور چیزا خب کاری نداره میریم اونجا و باهاش صحبت میکنی ازش میپرسیم اون شب کجا بوده میتونیم در مورد گردنبند ازش سوال کنیم ببینیم قافلگیر میشه یا نه جو پرسید میدونی چطور باید بریم محل زندگیش اد جواب داد با قایق درست بلد نیستم اما فکر کنم اگه با وانس بریم بتونم پیداش کنم انتهای اون جاده پرپیچ و خمه که تازه مسافت زیادی از اون طالابایی که پشت سر هم قرار دارن فاصله داره. مدتها پیش من ناچار شدم یکی دو بار برم پدرش رو ببینم. آدم مزخرفی بود. کی میریم؟ کله سهر میریم. ببینیم میتونیم پیش از اینکه که بذاره بره بیرون بهش برسیم یا نه. فردا. اما بهتر اول بریم به برج و خوب دنبال گردنبند بگردیم. شاید همون جاها افتاده باشه. نمیدونم چطور امکانش هست. ما تمام اون منطقه رو جستجو کردیم و دنبال رد پا و اثر انگشت گشتیم. دنبال سر نخ. با وجود این باید این کار رو انجام بدیم. بزن بریم. مدتی بعد تمام لجنهای زیر برج را با شنکش و انگشتهایشان زیر و رو و اعلام کردند گردنبند صدفی آنجا وجود ندارد در حالی که نور ضعیف صبح در هوای سنگین نفوذ میکرد اد و جو در مسیر مرداب پیش می و امیدوار بودند پیش از آن که دختر مرداب با قایقش جایی برود او را پیدا کنند. چند جا را اشتباه پیچیدند و به بنبست یا آلونک های مخروبه رسیدند. از یکی از آلونک ها کسی فریاد کشید کلانتر و از هر طرف افراد نیمه برهنهی بیرون آمدند و داخل بوته های تمشک ناپدید شدند. کلانتر گفت لعنتیا ماری مصرف می کنند لاغل اونایی که مشروب درست میکردن لباساشون تنشون بود. اما بالاخره به کوچه باریک و درازی که به کلبه کیا ختم میشد رسیدند. اد گفت همینجاست. وانتش را که بزرگتر از حد متعارف بود به آن مسیر هدایت کرد و آرام پیش رفت. حدود یک و نیم متر مانده به در کلبه توقف کرد. هر دو مرد بدون هیچ سر و صدایی پیاده شدند. اد به قاب چوبی در توری زر بزد. سلام؟ کسی اینجا هست؟ سکوت ادامه داشت. برای همین یک بار دیگر امتحان کرد. دو سه دقیقه منتظر ماندند. بیا بگردیم ببینیم قایقش اونجا هست یا نه. جو گفت نه. به نظر میرسه قایقش رو به اون کنده درخ میبنده. به خشکی شانس رفته آره صدامونو شنیده احتمالا صدای خوابیدن یه خرگوش رو هم میشنوه روز دیگر پیش از سپیده صبح رفتند پایین جاده پارک کردند و قایق او را دیدند که به کنده بسته شده است با وجود این کسی در را باز نکرد جو آهسته گفت احساس میکنم همینجاست داره نگاهمون میکنه نظر تو چیه همونجا زیر اون نخلای لعنتی چونبات مزده همین نزدیکیاست من مطمئنم سرش را به اطراف چرخاند و با چشمهایش بوته های تمشک را از نظر گذراند خب این کار فایده ای نداره اگه به مورد دیگه برخوردیم برخوردی مجوز کتبی میگیریم بیا از اینجا بریم فصل 26 قایقی در خشکی 1965 اولین هفته ای که با هم بودن چیس تقریبا هر روز از سر کارش در نمایشگاه اتومبیل به تالاب کیا می آمد و با هم کانال های دوردستی را که دو طرفشان درختان بلوط بود کشف می کردند. شنبه صبح چیس کیا را به سفری به ساحلی دور برد که قبلا آنجا نرفته بود چرا که برای قایق کوچکش چنین مسافتی دور بود آنجا به جای دهانه رودها و علفزارهای عظیمی که در مرداب کیا بود میان جنگل روشن و روباز درختان سرو تا چشم کار میکرد آب شفاف جاری بود هواسیل ها و لکلک لک های سفید درخشان میان سوسن های آبی و گیاهان قوتور در آب که آنقدر سبز بودند که به نظر می رسید برق میزنند، ایستاده بودند. چیس و کیا پای سروهایی نشستند که قطرشان به اندازه صندلی بود. ساندویچ پنیر فلفلی و چیپس خوردند و به قازهایی که آرام از زیر پایشان میگذشتند قاه, قاه خندیدند چه مانند بیشتر مردم مرداب را جایی برای استفاده قایقرانی ماهیگیری یا خشک کردن برای کشاورزی میدانست برای همین اطلاعات کیا در مورد موجودات آبها و گیاهان مرداب او را سر شوق آورده بود. اما به اینکه او چقدر خودمانی و ساده است آهسته برای خودش می گردد، در سکوت از کنار گوزن ها می گذرد و نزدیک آشیانه پرندگان آهسته نجوا می کند می خندید. خودش علاقه ای نداشت در مورد صدف ها یا پرها چیزی بیاموزد و وقتی کیا تون تون در دفترچش چیزهایی یاد داشت یا گونه هایی را جمعآوری می کرد علتش را از او می پرسید. یک روز در آشپزخانه از او پرسید تو چرا علف می من گلاشونو می کشم. چیس خندید. علف که گل نداره. معلومه که داره این شکوفه ها رو ببین ریزن اما قشنگن هر گونه ی علف گل یا شکوفه متفاوتی داره حالا با این چیزا میخوای چیکار کنی؟ اونا رو ثبت میکنم که بتونم در مورد مرداب چیزی یاد بگیرم چیس گفت تنها چیزی که لازمه بدونی اینه که کی و کجا ماهی به قلاب میفته که من میتونم اونو بهت بگم. کیا به خاطر او خندید. این کاری بود که هرگز انجام نداده بود. بخش دیگری از خود را داده بود فقط برای آنکه کسی را داشته باشد. آن روز بعد از ظهر پس از رفتن چیس کیا با قایقش تنها به مرداب رفت اما احساس تنهایی نمی کرد. سرعتش را از همیشه کمی بیشتر کرد موهای بلندش در باد دنبالش کشیده میشد و لبخند کوچکی روی لبهایش بود فقط دانستن اینکه دوباره به زودی او را خواهد دید و کسی در کنارش خواهد بود به او حال و هوای جدیدی بخشیده بود سپس وقتی داشت از پیچی که علف های بلندی داشت میگذشت مقابلش تیت را دید. او خیلی دور بود. شاید نزدیک چهل متر با او فاصله داشت و صدای قایق کیا را هم نشنیده بود. کیا فورا قایق را خاموش کرد. به سرعت پاروها را برداشت و تا پشت علفها پارو زد. آهسته گفت فکر کنم داره از کالج میره خونه. در طول آن چند سال یکی دو بار او را دیده بود اما هیچ وقت اینقدر نزدیک نبود. حالا اینجا بود. موهای پریشانش با کلاه لبدار قرمز دیگری در کشمکش بود و پوست صورتش برونزه. چکمه های ماهیگیری بلند پوشیده بود. داخل تالاب قدم های بزرگ بر داشت و نمونه های عذاب می گرفت و داخل شیشه های خیلی کوچک می ریخت. از آن ظرف های قدیمی نبود که وقتی کودکانی پا بودند از آنها استفاده می کردند. بلکه لوله های خیلی کوچکی بودند که در جالولهی مخصوص جیرینگ جیرینگ می کردند. هرفهی شده بود. دیگر با کیا یک تیم نبود. کیا دیگر پارو نزد که از آنجا دور شود. مدتی او را نگاه و با خودش فکر کرد که احتمالا هر دختری عشق اولش را به یاد می آورد. بازدم عمیقی انجام داد سپس پارو زد و از همان راهی که آمده بود برگشت. روز بعد وقتی چیس و کیا در امتداد ساحل به طرف شمال می رفتند، چهار خوک دریایی رد قایقشان را روی آب گرفتند و پشت سرشان راه افتادند. آن روز آسمان خاکستری بود و انگشتان مه با موجها بازی می کرد. چیس موتور را خاموش کرد و همانطور که قایق به خودی خود پیش می رفت سازدهنی اش را درآورد و قطعه قدیمی قایقی در ساحل را نواخت. آهنگی حسرت بار بود که در دهه 1860 بردگان هنگامی که از جزایر دریایی جنوب کارولینا به سرزمین اصلیشان پارو میزدند میخواندند. مادر عادت داشت وقتی ظرف میشوید آن را بخواند و کیا تا حدودی کلماتش را به یاد می آورد. خوکهای دریایی طوری که گویی تحت تاثیر موسیقی قرار گرفتند، نزدیک تر آمده بودند. دور قایق می چرخیدند و چشمهای مشتاقشان را به کیا می دوختند. سپس هر دوشان خود را به بدنه قایق چسباندند. کیا سرش را انقدر خم کرد که با آنها فقط چند سانتی متر فاصله داشت و آرام شروع به خواندن کرد. خواهر، کمک کن بار اون قایق رو بچینم خدا رو شکر. برادر، یه کمکی به هم بده خدا رو شکر. پدرم رفته به سرزمین ناشناخته خدا رو شکر. مایکل، قایق رو به ساحل برون خدا رو شکر. رود اردن عمیق و پهنه مادرم رو اون طرف رود خواهم دید خدا رو شکر رود اردن سرد و سوز بدن رو سوز میزنه اما نه روح رو خدا رو شکر خوکهای دریایی چند ثانیه دیگر به کیا چشم دوختند سپس سر خوردند و در جهت مخالف آنها در دریا برگشتند چیس و کیا تا چند هفته غروب را با تنبلی در ساحل نزدیک کلبه کیا با مرغ دریایی می و روی ماسه هایی که هنوز از آفتاب روز گرم بودند دراز میکشیدند چیس او را به دهکده نمی برد که با هم دیده شوند یا در مهمانی ها برقصند فقط خودشان دو نفر بودند و مرداب دریا و آسمان چیس به او نزدیک نمیشد فقط دستش را می گرفت یا در سرما بازویش را دور او حلقه می کرد. کیا در گرمای او و بوی دریا با هم بودن را نفس میکشید و دیگری. یکی دو روز بعد تیت که هنوز به کالج برنگشته بود قایقش را به سرعت به طرف تالاب کیا هدایت کرد. پس از پنج سال اولین بار بود که این کار را می کرد. هنوز نمی توانست برای خودش توضیح بدهد چرا قبلا نزد او باز نگشته است. بیشتر به خاطر ترس و کمرویش بود. بالاخره تصمیم گرفته بود او را پیدا کند به او بگوید هرگز از دوست داشتنش دست بر نداشته و التماسش کند که او را ببخشد. در چهار سال دانشگاه خودش را متقاعد کرده بود کیا با فضای علمی که او دنبالش است تناسبی ندارد. در تمام دوره کارشناسی تلاش کرده بود او را فراموش کند. بالاخره در چپل هیل به اندازه کافی دختر بود که حواسش را از کیا منحرف کند. حتی یکی دو رابطه بلند مدت هم برقرار کرده بود. اما هیچ کس با او قابل مقایسه نبود. چیزی که از آموختن دین دی ای، ایزوتوپ ها و تکسلولی ها دستگیرش شده بود این بود که نمیتواند بدون کیا زندگی کند. درست بود که کیا نمیتوانست در فضای دانشگاهی که او دنبالش بود زندگی کند اما حالا او نمیتوانست بدون کیا باشد. فکر همه چیز را کرده بود. استادش گفته بود تا سه سال دیگر فارغ و تحصیل می شود چرا که پژوهش های پایان انجام شده بود و تقریبا در حال تکمیل بود. به علاوه به تازگی متوجه شده بود قرار است یک آزمایشگاه مرکزی پژوهشی در سیوکس ایجاد شود و او می توانست شانسی عالی برای استخدام به عنوان کارشناس پژوهش تمام وقت داشته باشد. در این کار هیچ کس از او با کفایت تر نبود. او بیشتر عمرش را به مطالعه مرداب محل زندگیش گذرانده بود و به زودی مدرکش را هم برای تایید دانسته هایش می گرفت. پس از سپری شدن مدت کوتاه دو سه سال می توانست اینجا در مرداب با کیا زندگی و در آزمایشگاه کار کند. اگر کیا میپذیرفت با او ازدواج میگرد. حالا در حالی که داشت سوار بر موجها سمت کلبه کیا میرفت ناگهان قایق کیا را دید که عمود بر مسیر او راه جنوب را پیش گرفته است. سکان را رها کرد. هر دو دستش را بالا برد و سراسیمه شروع کرد به دستکان دادن تا توجه او را جلب نامش را فریاد زد اما نگاه او متوجه شرق بود تیت به آن سمت نگاه کرد و جتسکی چیس را دید که به سمت کیا تغییر مسیر می دهد. تیت عقب کشید و متوقف شد شروع کرد به تماشای کیا و چیس که مانند اقاب هایی که در آسمان به یکدیگر توجه می کنند روی موجهای نقرابی به شکل دایره هایی که هر بار کوچکتر می شود به هم نزدیک می شوند. و رد عبور قایق هایشان آب را متلاطم می کند و به اطراف می پاشد. وقتی به یکدیگر رسیدند و کنار آب متلاطم انگشت های هم را گرفتند تیت به آنها خیره شده بود از دوستان قدیمی از شایعاتی شنیده بود اما امیدوار بود صحت نداشته باشند. تیت می توانست درک کند چرا کیا عاشق چنین مردی شده است. او خوشتیب بود. و بیشک با احساس و با قایق رویاییش مثل برق اطرافش میچرخید و او را به پیکنیک های رویایی می برد. مطمئنن کیا چیزی از زندگی چیس در دهکده نمیدانست. اینکه با دخترهای جوان دیگری در بارکلی و حتی سیوکس قرار میگذارد و رابطه دارد. تیت فکر کرد من کیم که بخوام چیزی بگم منم باهاش رفتار بهتری نداشتم من زیر قولم زدم حتی شجاعتش رو نداشتم با اون قطع رابطه کنم سرش را پایین انداخت سپس درست وقتی چیس به طرف گونه کیا خم شده بود دزدکی نگاه دیگری به آنها انداخت با خودش فکر کرد کیا؟ کیا من چطور تونستم تو رو ترک کنم؟ به آرامی سرعتش را زیاد کرد و سر قایق را سمت اسکله دهکده برگردان تا در جعبه کردن و حمل سید به پدرش کمک کند. یکی دو روز بعد کیا که هیچ وقت نمیدانست چیس چه وقت ممکن است بیاید متوجه شد مدام گوش به زنگ است تا صدای قایق او را بشنود. درست همانطور که در گذشته برای تیت منتظر می ماند. برای همین وقتی داشت علف های هرز را می کند، هیزم می شکست یا صدف جمع می کرد، گاهی سرش را خم می کرد تا صداها را بهتر بشنود. جودی همیشه می گفت گوشاتو تیز کن. کیا در حالی که از امید بستن خسته شده بود به اندازه خوراک سه روزش بیسکویت، گوشت سرد و ساردین داخل کول پشتی گذاشت و به طرف اتاقک قدیمی که یکی از الوارهایش افتاده بود به همان جایی که پیش خودش اتاقک خواندن مینامید راه افتاد. آنجا در آن گوشه واقعا دور افتاده می توانست آزادانه بگردد هرچه میخواهد جمع کند کلمات را بخواند و در مورد حیات وحش مطالعه کند اینکه منتظر شنیدن صدای کسی نباشد نوعی رهایی بود و یک قدرت پشت یک بوته پرپشت بلوط درست در پیچ مقابل اتاقک پر ریز گردن یک مرغ قواس گلو سرخ را پیدا کرد و با صدای بلند خندید. از وقتی یادش می آمد دلش یکی از این پرها را می خواست و حالا همینجا کنار رودخانه جلوی پایش بود. بیشتر به این خاطر آمده بود که کتاب بخواند. از سالها پیش که تیت او را ترک کرد دیگر به کتاب دسترسی نداشت برای همین یک روز صبح با قایق تا پوینت بیچ و بعد پانزده کیلومتر دیگر تا سیوکس رفته بود سیوکس دهکدهای کمی بزرگتر و خیلی شیکتر از بارکلیکو بود جامپین گفته بود همه میتوانند از کتابخانه آن کتاب امانت بگیرند کیا شک داشت این در مورد کسی هم که در یک مرداب زندگی می کند صدق کند اما تصمیم داشت این را بفهمد. قایقش را به اسکله دهکده بست و از میدانی که با سه ردیف درخت به دریا مشرف بود گذشت. وقتی به طرف کتابخانه میرفت هیچ کس به او نگاه نکرد. کسی پشت سرش در گوشی صحبت نکرد و از پشت ویترین فروشگاه به او اشاره نکرد که برود. او اینجا دختر مرداب نبود. فهرستی از کتاب‌های درسی دانشگاهی را به دست خانم هاینز کتابدار داد. میشه لطفاً بهم به کمک کنین اینا رو پیدا کنم؟ اصول شیمی عالی گایسمن جانورشناسی بیمهرگان مرداب ساحلی اثر جونز و اکولوژی پایه اثر اوده این عنوان ها در آخر کتاب هایی که تیت پیش از رفتن به کالج به او داده بود به عنوان منبع ذکر شده بودند. او خدایا میدونم این کتاب ها رو باید به شکل بین کتاب ای از دانشگاه نورت در چپل هیل امانت بگیری. برای همین حالا که بیرون اتاقک قدیمی نشسته بود چکیده مقالات علمی را میخواند یکی از مقالات در مورد استراتژی تولید مثل با عنوان نرهای موزی بود کیا به این نام خندید مقاله اینطور شروع می شد که همانطور که میدانیم در طبیعت معمولا جنس نر با قابل مشاهده ترین ویژگی جنسی سانویه مانند بزرگترین شاخ، بمترین صدا، فراخترین سینه و آگاهی بیشتر بهترین قلم رو را به دست میآورد. زیرا می تواند نرهای ضعیفتر را از میدان به در کند. ماده ها این نرهای قالب را که عبوحت بیشتری دارند انتخاب می کنند و به این ترتیب بهترین دی این ای برگزیده و به نسل بعدیشان منتقل می شود. این یکی از قدرتمندترین پدیده ها در سازگاری و ادامه حیات است. به علاوه با این روش ماده ها برای فرزندانشان بهترین قلم رو را به دست می آورد. با وجود این بعضی از نرهایی که از رشد باز ماندند که قوی نیستند اما ظاهری آراسته دارند یا آنقدر باهوش هستند که بتوانند قلم رو خوبی به دست بیاورند کلی حقه و ترفند برای فریب دادن ماده ها می دانند. آنها در حالی که اندام های کوچکشان را باد کردند رژه می روند، یا مدام فریاد می حتی اگر صدای جیغمانند داشته باشند. آنها با تکیه بر تظاهر و فرستادن علامت ساختگی قادرند اینجا و آنجا برای خود جفتی پیدا کنند. نویسنده نوشته بود قورباغه های گاوی خیلی کوچک لابلای علف ها چون باطمه میزنند و نزدیک قورباغه نر قوی که با شور و حرارت قورقور میکند تا جفت خود را پیدا کند پنهان میشوند وقتی چندین قورباغه ماده با شنیدن صدای قوی او همزمان جذب او میشوند و قورباغه قوی سرگرم آنهاست قورباغه ضعیفتر میپرد و یکی از آنها را از آن خود میکند در مقاله این نرهای حق باز نرهای موزی نامیده شده بودند کیا به یاد آورد سالها پیش مادر در مورد مردان جوانی که با وانتهای فرسودهشان قیل و قال می کنند. یا قارقارک هایشان را در حالی که رادیویش با صدای بلند روشن است میرانند به خواهرهای بزرگتر او هشدار داده بود. مادر گفته بود پسرای سطح پایین خیلی سر دارند. چیزی خواند که مایه تسلی زنان بود. طبیعت آنقدر بی که مطمئنن کاری می کند که نرهایی که علائم غیر صادقانه میفرستند یا از یک ماده سراغ ماده دیگری می روند تقریبا همیشه تنها بمانند. مقاله بعدی وارد موضوع رقابت شدید میان اسپرم ها شده بود. در طبیعت بیشتر اوقات نرها برای بارور کردن ماده ها رقابت می کنند. شیرهای نر گاهی تا حد مرگ با هم می جنگند. فیلهای نر آجهایشان را در هم قفل می کنند و در حالی که گوشت یکدیگر را می درند زمین زیر پایشان را هم تخریب می کنند. با وجود آنکه این نبردها الگوی ثابتی دارند ممکن است به قطع عضو منجر شوند در بعضی از گونه ها برای جلوگیری از چنین جراحاتی رقابت با روش انجام می شود که خشونت کمتر و خلاقیت بیشتری در خود داشته باشد. حشرات در این زمینه از همه خلاق ترند. کیا کتاب را روی پایش گذاشت. فکرش همراه ابرها در حرکت بود. بعضی از حشرات ماده جفت خود را میخورند. بعضی از پستانداران ماده آنقدر در تنگ نا هستند که فرزندانشان را رها می کنند و نرهای زیادی هستند که راه خطرناک یا متغیری برای بارور کردن ماده ها به کار می برند. مادامی که لحظه لحظه زندگی ادامه داشت هیچ چیز ناشایست به نظر نمی رسید. کیا می دانست این بخش های طبیعت تلخ و تاریک نیست و تنها راه های خلاقانه برای دوام آوردن در مقابل تمام مشکلات است مطمئنا برای انسان ها راههای بیشتری وجود دارد چیس پس از آنکه سه روز بعد کیا را پیدا کرد اجازه گرفت در روز و ساعت مشخصی به کلبه یا ساحل نزدیک کیا بیاید و همیشه سر وقت آنجا حاضر شد کیا از فاصله دور قایق رنگی درخشان او را که روی موجها قوتور بود میدید. قایق مانند پر واقعی یک پرنده نر بود که در دوره جفتگیری زیباتر می شود و کیا میدانست فقط به خاطر او به اینجا می آید. کیا شروع کرد به مجسم کردن اینکه چیس او را با دوستانش به پیکنیک ببرد. همه با هم بخندند، به سوی موجها بدوند و به سطح آب لگد بزنند. مجسم میکرد چیس او را بلند کند و بچرخاند. بعد با دیگران بنشینند. ساندیویچ هایشان را با هم قسمت کنند و از یختان نوشیدنی بردارند. با وجود مقاومت هایش زره زره موضوع ازدواج و بچه در ذهنش شکل گرفت. به خودش می گفت شاید نوعی فشار زیست شناختی مرا به طرف زاد و ولد سوق می دهد. اما چرا او نمی توانست مانند دیگران عزیزانی داشته باشد؟ چرا نمی توانست؟ با وجود این هر بار میخواست از چیس بخواهد او را به دوستان و پدر و مادرش معرفی کند. کلمات در زبانش قفل می شدند. بار آخری که یکدیگر را دیده بودن چیس گفته بود کیا؟ خواهش می کنم. من یه عمر منتظرم. خیلی سب کردم. قبول داری؟ چیس؟ تو قول دادی کیا ما منتظر چی هستیم من مطمئنا تا حالا نشون دادم که بهت اهمیت میدم پس دیگه چیه از کجا بدونم تو ترکم نمی کنی؟ مگه بقیه چطوری این چیزا رو می فهمن؟ من جایی نمیرم تو رو دوست دارم میخوام همه عمرم با تو باشم دیگه باید چیکار کنم که اینو بهت نشون بدم؟ او هرگز حرفی از دوست داشتن نزده بود کیا در چشمهایش دنبال حقیقت گشت اما چیزی که دید فقط نگاهی خیره بود نمیشد از آن سر درآورد کیا درست نمیدانست از چه وقت به چیس دل بسته است اما دیگر تنها نبود و به نظرش این کافی بود آنها زیر آفتابی که به طرف دریا کشیده میشد دراز کشیده بودند و موجها زیر پایشان در رفت آمد بودند روز رفت و شبی سنگین حکم فرما شد چراغهای دهکده در ساحلی دور اینجا و آنجا در رقص بودند و ستاره ها بر فراز دنیای آنها که دریا بود و آسمان چشمک می زدند. چیز گفت برا مجیبه. چی باعث میشه ستاره ها چشمک بزنند؟ شرایط جو میدونی؟ مثل بادای شدید جوی که اینطور چیس مطمئنم میدونی که بیشتر ستاره ها از ما اونقدر دورن که نمیتونیم اونا رو ببینیم ما فقط نورشون رو میبینیم که جو میتونه اون نور رو منحرف کنه. البته ستاره ها یک جا ثابت نیستن و خیلی سریع حرکت میکنن. کیا با خواندن کتاب های آلبرت اینشتین متوجه شده بود زمان مانند ستارگان در حال تغییر است. سرعت و انحنای زمان اطراف سیارات و خورشیدها در کوهستان با دره متفاوت و بخشی از همان ساختار فضاست که مانند دریا انحنا مییابد و برجسته می شود. افتادن یا چرخیدن اشیا چه سیاره باشند چه سیب به علت نیروی جاذبه نیست. بلکه به آن علت است که داخل چینهای ملایم فضا زمان سقوط می کنند که به موجهای یک برکه شبیهند و توسط اجرام بزرگتر ایجاد شدند. اما کیا هیچ کدام اینها را نگفت. متاسفانه نیروی جاذبه هیچ تسلطی بر افکار انسان ندارد. و در متنهای درسی مدرسه هنوز به دانش آموزان یاد میدهند که سیب به علت نیروی قدرتمندی که از سوی زمین به آن وارد می شود از درخت می افتد. چیس گفت حدس بزن چی شده؟ ازم خواستن به مربی تیم فوتبال دبیرستان کمک کنم. کیا به او لبخند زد. سپس فکر کرد ما هم مانند همه چیزهای جهان به طرف اجرام بزرگتر جذب می شویم. کیا صبح روز بعد برخلاف معمول به پیگلی ویگلی رفت تا لوازم شخصی را که فروشگاه جامپین نداشت از آنجا بخرد. وقتی بیرون آمد چیزی نمانده بود به سم و پتیلاو پدر و مادر چیس برخورد کنند. آنها می او کیست. همه می دانستند. او در طول سالها گاهی اوقات آنها را بیشتر از فاصله دور در دهکده دیده بود. در نمایشگاه اتومبیل سم از پشت پیشخان دیده میشد که با مشتری ها معامله می کند و صندوق را باز می کند. کیا به یاد آورد چطور وقتی دختر کوچکی بود این مرد او را با اشاره دست از پشت شیشه فروشگاه رانده بود. گویی ممکن بود مشتری های واقعی را بترساند. پتیلاو در فروشگاه تمام وقت کار نمی کرد و برای آنکه با عجله در خیابان راه برود و جزوه های مربوط به مسابقه سالانه تک دوزی یا جشنواره ملکه خرشنگ آبی را توضیح کند برای خودش وقتی در نظر می گرفت. همیشه لباس خوب و کفش پاشنه بلند می پوشید. کیف کوچکی در دست داشت و به تناسب فصلهای جنوبی کفش راحتی و کلاهی هماهنگ با رنگ آن به سر میگذاشت. هر موضوعی مطرح می شد او می یک طوری چیس را به عنوان بهترین بازیکن خط حمله ای که تا به حال فوتبال آن دهکت به خود دیده است مطرح کند. کیا با شرمندگی لبخند زد و مستقیم به چشم های پتیلاو نگاه کرد. امیدوار بود آنها با او به طور خصوصی صحبت و خودشان را معرفی کنند. و شاید او را به عنوان نامزد چیس به رسمیت بشناسند. اما آنها ناگهان در جایشان میخکوب شدند و بدون آنکه حرفی بزنند با فاصله بیشتر از حد ضروری از کنارش رد شدند و به راهشان ادامه دادند. غروب روزی که کیا به آنها برخورد کرده بود در قایقش با چیس از زیر درخت بلوطی میگذشتند که آنقدر تنومند بود که تنش تا داخل آب کشیده شده و برای سمورها و اردکها قار کوچکی ایجاد کرده بود کیا با صدایی آهسته که تا حدی علتش آن بود که اردک های وحشی را آشفته نکند و علت دیگرش ترس بود. به چیس گفت پدر و مادرش را دیده و از او پرسید آیا به زودی با آنها دیداری خواهد داشت یا نه؟ چیس ساکت نشست. این موجب شد کیا احساس کند معدهش فشرده می شود. بالاخره چیس گفت معلومه که میبینیشون به همین زودیا قول میدم. اما وقتی این را میگفت کیا را نگاه نمیکرد. کیا پرسید اونا موضوع منو میدونن درسته؟ موضوع ما رو. معلومه که میدونن. حتما قایق به درخت بلوط زیادی نزدیک شده بود زیرا درست همان موقع یک جغد شاخدار که مانند کوسن توپل و نرم و راحت بود در حالی که بالهایش را باز کرده بود از درخت پایین افتاد. سپس در حالی که نقش روشن پرهای سیناش روی آب منعکس شده بود آهسته و به راحتی روی طالاب به حرکت درآمد. چیس دست دراز کرد و دست کیا را محکم گرفت تا تردید را از او دور کند. هفته ها گذشت و غروب خورشید و بالا آمدن ماه شاهد حرکت چیس و کیا در مرداب بودند. اما هر بار کیا از پیشروی چیس جلوگیری می کرد او میپذیرفت. تصویر گوزن ها یا بوغلمون های ماده تنها با فرزندان پرتوقعشان و نرهایی که مدتها پیش سراغ ماده های دیگری رفته بودند در ذهن کیا نقش بسته بود. اهمیتی نداشت مردم دهکده چه میگفتند. با وجود آنکه چیس و کیا رابطهشان را مانند راز برای خودشان نگه داشته بودند دهکده کوچک بود و مردم آنها را در قایق یا در ساحل با هم می دیدند. در دریا هم چیزی از نظر سیادان میگو دور نمی ماند. پشت سرشان بود. شایعاتی بود. فصل بیست و هفت جاده هاگ مانتن 1966 در حالی که مه قلیز زمستانی بالای زمین شکل گرفته و مانند گلوله های پنبه به دیوارها کشیده شده بود کلبه میان صدای به هم خوردن زود هنگام بالهای توکاهای سیاه ساکت ایستاده بود. کیا با پول چند هفته فروش صدف خوراکی های خاص تکه های جامبون سرخ شده و سس گوشت خریده کنارشان بیسکویت کرمدار و مربای تمشک گذاشته بود. چیس نوشابه میخورد و او چای گرم. آنها از حدود یک سال پیش با هم بودند. گرچه هیچ کدامشان در مورد آن صحبتی نمی کردند. چیس میگفت چقدر شانس آورده که پدرش مالک آن نمایشگاه اتومبیل است. اینطوری ما میتونیم وقتی ازدواج کردیم یه خونه قشنگ داشته باشیم. میخوام برات تو ساحل یه خونه دو طبقه بسازم که دور تا دورش ایوون داشته باشه یا هر جور خونه که خواستی کیا. کیا به سختی نفس میکشید. چیس میخواست کیا در زندگیش باشد. او سربسته حرف نزده بود. حرفش چیزی مانند خواستگاری بود. کیا بالاخره میتوانست به کسی تعلق داشته باشد و عضوی از یک خانواده باشد. روی سندلیش صافتر نشست. چیس ادامه داد فکر نکنم تو خود دهکده زندگی کنی. این تغییر برای تو خیلی زیاده. میتونیم یه جایی تو هومه خونه بسازیم. میدونی؟ نزدیک مرداب. اخیرا افکار مبهمی در مورد ازدواج با چیس در ذهن کیا شکل گرفته بود. اما هرگز جرأت نکرده بود روی آن افکار حساب کند. حالا چیس داشت آن فکرها را با صدای بلند می گفت. نفس کیا بند آمده بود. ذهنش با ناباوری داشت جزئیات را کنار هم میچید با خودش فکر کرد این کار رو میتونم بکنم اگه دور از مردم زندگی کنیم همه چی حل میشه سپس در حالی که سرش را پایین انداخته بود پرسید پدر و مادرت چی؟ بهشون گفتی؟ کیا تو باید راجع به خانواده من یه چیز رو بدونی؟ اونا منو خیلی دوست دارن. اگه بگم انتخاب من تو هستی همون میشه. وقتی تو رو بشناسن عاشق تو هم میشن. کیا لبهایش را جوید. دلش میخواست باور کند. چیس ادامه داد. من برای تمام اون چیزای تو یه اتاق کار می سازم. با پنجره های بزرگ که بتونی توی نور جزئیات اون پرای عجیب و غریب تو ببینی. کیا نمیدانست حسی که نسبت به چیس دارد حسی است که یک همسر باید داشته باشد یا نه اما در آن لحظه قلبش با چیزی شبیه عشق اوج گرفت. دیگر نیازی نبود ماسه ها را کنار بزند و صدف جمع کند. دستش را دراز کرد و روی گردم بند صدفی که از زیر گلوی چیس آویزان بود دست کشید. چیس گفت راستی من باید یکی دو روز دیگه با ماشین خودم برم آشویل برای فروشگاه جنس بیارم. فکر کردم چرا تو با من نیای؟ کیا در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت اما اونجا شهر بزرگیه. آدمای زیادی اونجا هستن. من لباس درست حسابی ندارم. حتی نمیدونم لباس درست حسابی چطوریه. کیا کیا گوش کن تو با منی دیگه من همه چی رو میدونم ما جای شیک و نمیری تو بیشتر قسمت های کارولینای شمالی رو وقتی داریم با ماشین از پیدماند کوههای گریت اسموکی رد میشیم میبینی بعدش وقتی رسیدیم اونجا میتونیم بریم به یه همبرگر فروشی که با اتومبیل میتونیم بریم داخلش میتونی همین لباس تو بپوشی اگه نخواستی میتونی با هیچ اهدی حرف نزنی. من همه چیز رو به راه میکنم. من خیلی رفتم اونجا. حتی آسلانتا هم رفتم. ببین اگه قرار ما با هم ازدواج کنیم شاید تو هم بتونی یک کمی وارد دنیای بیرون بشی. اون بالای بلند تو باز کن. کیا سرتکان داد. اگر هیچ فایده ای هم نداشت دست کم می توانست کوه را ببیند. چیس ادامه داد من دو روز اونجا کار دارم. برای همین باید شب بمونیم. جای زیاد شیکی نیست میدونی یه متل کوچیکه. مشکلی نیست چون ما بزرگ سال به حساب میای. آه این تنها حرفی بود که از دهان کیا خارج شد. سپس زیر لب گفت که اینطور کیا هرگز با اتومبیل از جاده عبور نکرده بود برای همین یکی دو روز بعد وقتی با وانت چیس از غرب بارکلی خارج می شدند از پنجره به بیرون چشم دوخته و دو دستش را به صندلی گرفته بود جاده از میان کیلومترها زمین پوشیده از علفهای نکتیز و نخلهای مرداب میگذشت و دریا از شیشه عقب اتومبیل دورتر و دورتر میشد برای بیش از یک ساعت منظره آشنای علفزارها و نهرها از پنجره وانت عبور می کردن. کیا الیکاها و هواسیلها را می شناخت و این شباهت به او آرامش میداد. گویی خانهاش را ترک نکرده و آن را با خودش آورده است. سپس ناگهان مانند خطی که روی زمین کشیده شده باشد الفزارهای مرداب تمام شدند و زمینهای خاکی پیش رویشان گسترده شد که آدمها آنها را بیل زده با نرده به قطعات مربعی شکل تقسیم کرده و داخلشان به صورت ردیفی شیار ایجاد کرده بودند زمینهای جنگلی که درختانشان قطع شده بود با کنده های کوتاه و بلند دیده می شدند. از تیرها سیم آویزان بود که به طرف زمین شکم داده بودند. البته کیا میدانست سواحل باطلاقی تمام زمین را نپوشاندند اما خودش هرگز از آنها فراتر نرفته بود. آدمها با زمین چه کار کرده بودند؟ خانه هایی که همه به جعبه کف شباهت داشتند روی چمنهای کوتاه شده چنباتمه مزده بودند. دسته ای فلامینگوی صورتی داخل یک حیات غذا میخوردند اما وقتی کیا با تعجب برگشت متوجه شد پلاستیکی هستند. یک آهوی سیمانی هم بود. تنها اردک هایی هم که پرواز می کردند، آنهایی بودند که روی صندوق های پستی نقاشی شده بودند. چیس پرسید فوقلاده نه؟ چی؟ خونه ها؟ تو هیچ وقت همچین چیزی ندیدی آره؟ نه ندیدم. چند ساعت بعد وقتی از زمین های مسطح پیدمانت خارج شدند کیا کوه های آپالاچیا را دید که مانند خطوط آبی کمرنگی در امتداد افق کشیده شده بودند. همانطور که نزدیک می شدند نوک کوه ها اطرافشان نمایان می شد و کوهستان های پوشیده از جنگل تا فاصله که چشم کیا کار می کرد به آرامی حرکت می ابرها با کاهلی بر فراز چینهای تپه حرکت می سپس در هم می و به راهشان ادامه میدادند. بعضی از پیچک ها در هم پیچیده و رشته های مارپیچ محکمی پدید آورده بودند. و مانند مهی که در پی زمین های باطلاقی نمور مرداب حرکت می کند مسیر آبگیرهای گرمتر را در پیش گرفته بودند. این همان رقابت فیزیکی بود که در حوزه متفاوتی از زیست شناسی انجام می شد. کیا از سرزمینی پست بود سرزمین افقها جایی که خورشید به موقع غروب می کرد و ماه به موقع بالا می آمد. اما اینجا موقعیت های طبیعی دوچار بی نظمی بودند. خورشید پشت قله ها در رفت آمد بود. لحظه ای پشت یک قله پنهان می شد سپس وقتی وانت چیس از سربالایی بعدی بالا می رفت دوباره سر و پیدا میشد کیا متوجه شد در کوهستان زمان غروب خورشید بستگی به آن دارد که در کدام قسمت تپه ایستاده باشی. با خودش فکر کرد زمین پدر بزرگش کجا بوده است. شاید خیشاوندانش در طویله تاریکی مانند آن که در علفزاری دیده بود که نهری از مقابلش می گذشت خوک نگه می داشتن. شاید خانواده که احتمالا از خیشان او بود روزی در این مزرعه سخت کار کرده بودند و خنده و گریه کرده بودند. ممکن بود بعضی از آنها اینجا و در همین منطقه پراکنده باشند کاملا ناشناس. جاده به بزرگراهی چهار بانده تبدیل شد و در حالی که وانت چیس همپای وسایل نقلیه ی تندروی دیگر به سرعت پیش می رفت کیا محکم نشسته بود. چیس وارد پیچی شد که به طرز سهرامیزی تا آسمان بالا رفت و آنها را به شهر رساند. چیس با غرور گفت خروجی تقاطع غیر همسطه. ساختمان های عظیم هشت و ده طبقه پای کوها خود نمایی می کردن. تعداد اتومبیل ها مانند خرچنگ های ماسعی به سرعت زیاد می و در پیاده رو آنقدر آدم بود که کیا صورتش را به پنجره فشار می داد تا بتواند چهره همه آنها را ببیند. فکر می کرد مادر و پدر باید بین آنها باشند. پسری با چهره برونزه و موی مشکی در پیاده رو می دوید. شبیه جودی بود و کیا برگشت که نگاهش کند. البته حالا دیگر برادرش بزرگ شده بود. اما کیا تا وقتی پسر داخل خیابان دیگر بپیچد او را با نگاهش دنبال کرد. چیس در طرف دیگر شهر کنار جاده هاگ مانتن برای هر دوشان یک موتل رزرو کرده بود که ردیف یک طبقی از اتاقهای قهوه‌ای رنگ بود با لامپهای نئون که شکل عجیبی مانند درخت نخل داشتند. پس از آنکه چیس قفل در را باز کرد کیا داخل اتاقی قدم گذاشت که به نظر می رسید تمیز است اما بوی تند ماده سفید کننده میداد. در اتاق اساسیه ارزان قیمت آمریکایی چیده شده بود. سطح دیوارها از ماده نامرغوب بود. تخت از جنس نیکل و ویبردار بود و یک تلویزیون سیاه و سفید به طرز عجیبی با زنجیر و قفل بزرگی به میز بسته شده بود. رو تختی ها سبز مغز پسته ای و کف پوش نارنجی تنباکویی بود. ذهن کیا به تمام جاهایی رفت که قبلا با هم بودند. ماسه های کریستالی با موج های دریا. قایق هایی که زیر نور ماه پیش می رفتند. اینجا، این اتاق، شباهتی به عشق نداشت. به طور معنیداری نزدیک در ایستاد. چیس در حالی که ساک ورزشیش را روی صندلی میانداخت گفت اینجا عالی نیست ولی خوبه خب دیگه وقتشه کیا تو موافقی وقتشه البته معلوم بود او از قبل نقشه داشته است اما با صحبت هایی که در مورد ازدواج شده بود ذهن کیا هم تسلیم بود برای همین با سر تایید کرد به نظر می رسید چیز تنها به خودش فکر می کند. با قدرت پیش می رود و به راحتی از کنار نیازهای او می گذرد. وقتی چیس به خواب رفت کیا به چراغ های چشمکزن تابلوی اتاق خالی چشم دوخت. چند هفته بعد وقتی در کلبه کیا صبحانهشان را که تخم مرغ آبپز، جامبون و بلغور بود تمام کردند همانطور که پشت میز آشپزخانه نشسته بودند و کیا خودش را داخل پتو پیچیده بود چیس گفت: خب یکی دو روز بیشتر تا کریسمس نمونده. کلی مهمونی و مراسم در پیش داریم و بعضی از قوم و خیشا میان خونمون. کیا نگاهش کرد و گفت من امیدوار بودم شاید بتونم میدونی توی بعضی از این مهمونی و مراسم باشم. لاغل شاید بتونم شام کریسمس رو با خانوادت باشم. چیز به پشتی سندلیش تکیه داد. ببین کیا من میخواستم در این مورد باهات صحبت کنم میخواستم تو رو به باشگاه الکس دعوت کنم و یه کارایی مثل این رو انجام بدم اما میدونم تو چقدر خجالتی هستی و هیچ وقت تو دهکده این طور جاها نمیری میدونم ناراحت میشی کسی رو نمیشناسی لباس مناسب نداری حتی نمیدونی چطوری باید برخصی تو هیچ کدوم از اون کارا رو انجام نمیدی متوجه میشی که درسته؟ کیا در حالی که زمین را نگاه میکرد گفت بله، همش درسته اما خب باید شروع کنم خودمو با بخشی از زندگی تو وفق بدم و همونطور که گفتی بالهامو باز کنم من فکر میکنم باید لباس مناسب بگیرم و بعضی از دوستای تو رو ببینم سرش را بلند کرد تو میتونستی به هم رقص و یاد بدی خب معلومه این کار انجام میدم اما من خودمون رو تو شرایطی که اینجا هستیم مجسم میکنم من عاشق زمانی هستم که با هم اینجا میگذرونیم فقط من و تو هستیم راستشو بخوای دارم از اون رقصای احمقانه خسته میشم سال هاست همینطوری بوده تو ورزشگاه دبیرستان آدمای پیر و جوون همه با هم هستن با همون موزیکای احمقانه من آماده از اونجا بیام بیرون میدونی وقتی که ازدواج کنیم اصلا همچین جاهایی شرکت نمی کنی. پس برای چی الان تو رو بکشونم اونجا؟ اصلا معنی نداره باشه؟ کیا دوباره به زمین چشم دوخت. چیس با دستش چانه او را بالا برد و به چشمهایش نگاه کرد. سپس با لبخند بزرگی گفت تا وقتی شام کریسمس رو با خانوادم میخورم همینه. خاله پیرم از فلوریدا میاد. یه ریز حرف میزنه. خدا نصیب هیچ کس نکنه. مخصوصا تو. باور کن هیچی رو از دست نمیدی. کیا ساکت بود. کیا من واقعا دلم میخواد تو با این موضوع مشکلی نداشته باشی شرایطی که ما اینجا داریم اونقدر خاصه که هر کسی آرزو شو داره تموم اون مراسم دستش را در هوا تکان داد کلا احمقانه است سپس ایستاد خیلی خوب من باید برم کیا مانند تمام سالهای بعد از رفتن مادر کریسمس را تنها با مرغان دریایی گذراند دو روز پس از کریسمس چیس هنوز نیامده بود. کیا عهدی را که با خودش بسته بود که دیگر هرگز منتظر کسی نماند شکست و در حالی که موهایش را مدل بافت فرانسوی درست کرده و روج لب مادر را زده بود به ساحل رفت. مرداب پیش رویش شنل قهوه‌ای و خاکستری زمستانی را به تن داشت. کیلومترها الفزاری که دانه‌هایشان را پراکنده بودند با خستگی سرهایشان را به نشانه تسلیم به طرف آب خم کرده بودند. باد شلاق میزد و متلاشی می کرد و با صدایی هماهنگ ساقه های زخیم را تکان میداد. کیا موهایش را باز و با پشت دست لبهایش را پاک کرد. صبح چهار رومین روز پشت میز آشپزخانه نشسته بود و با نان و تخم مرغ داخل بشقابش بازی می کرد. با گله گفت این همه حرف از این زد که اینجا همون جاییه که باید باشه. پس حالا کجاست؟ در ذهنش چیس را دید که با دوستانش فوتبال بازی می کند یا در مهمانی ها می رخصند. همون چیزای احمقانی که داشت ازشون خسته میشد. سرانجام صدای قایقش را شنید. از پشت میز بیرون پرید و در را محکم پشت سرش کوبید. در حالی که قایق پت پت کنان ظاهر می شد کیا از کلبه به طرف مرداب دوید. اما این جتسکی چیس یا چیس نبود بلکه مرد جوانی بود که موهای تلاییش کوتاهتر تر شده بود اما هنوز هم به زور زیر کلاه جا گرفته بود. همان قایق ماهیگیری قدیمی بود و آنجا کسی که حتی در حالی که قایق رو به جلو حرکت می کرد ایستاده بود، تیت بود که برای خودش مردی شده بود. چهرش دیگر پسرانه نبود بلکه خوش تیپ و پخته بود. در چشمهایش سوالی شکل گرفته بود و لبخندش خجالت زده بود. اولین فکری که به ذهن کیا رسید این بود که بدود و فرار کند اما ذهنش فریاد کشید نه اینجا تالاب من است من همیشه میدوم اما این بار نه فکر بعدی این بود که سنگی بردارد از فاصله شش 7 متری آن را به طرف صورت تیت پرتاب کرد. او فورا جا خالی داد و سنگ از کنار پیشانیش گذشت. در حالی که کیا سنگ دیگری بر می داشت و هدف می گرفت تیت گفت کیا لعنتی چی کار می کنی؟ سب کن، تو رو خدا بس کن، لطفا ما نمیتونیم حرف بزنیم؟ سنگ محکم به شانهش خورد. از تالا به من برو بیرون خبیسه کسیف چابلوس چه جایی برای حرف زدن مونده؟ کیا فریاد زنان و دیوانوار دنبال سنگ دیگری گشت. کیا گوش کن. من میدونم تو الان با چیس هستی. بهش احترام میذارم. فقط میخوام با هات حرف بزنم. خواهش میکنم کیا. من چرا باید با تو حرف بزنم؟ دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت هرگز یک مشت سنگ ریزه برداشت و به صورت او پرتاب کرد او به سرعت کنار رفت به جلو خم شد و در حالی که قایقش به گل می نشست دست دراز کرد و لبه قایق را گرفت گفتم از اینجا برو بیرون هنوز فریاد میزد اما آهسته تر آره من الان با یکی دیگه هستم تیت پس از تکان شدیدی که از برخورد قایق به خشکی ایجاد شد تعادلش را حفظ کرد و روی صندلی جلوی قایق نشست کیا لطفا یه چیزایی هست که تو باید در مورد اون بدونی تیت قصد نداشت در مورد چیس حرفی بزند هیچ کدام از این دیدارهای غافلگیرانه با کیا آنطور که فکر کرده بود پیش نرفته بود. از چی حرف میزنی؟ تو هیچ حقی نداری در مورد زندگی خصوصیم با هم صحبت کنی. آمده بود حدود یک متری تیت ایستاده بود و جملات را به سرعت بیرون میداد. تیت محکم گفت میدونم اما این کار رو میکنم. با این حرفش کیا برگشت که برود اما تیت پشت سرش بلندتر حرف زد. تو توی دهکده زندگی نمی کنی. نمی دونی چیس با دخترای دیگه هم هست. همین چند شبه پیش دیدمش که بعد یه مهمونی یه دختر موبور و سوار و وانتش کرده بود. اون برای تو اونقدر خوب نیست. کیا چرخید؟ اه؟ واقعا؟ تو کسی هستی که منو گذاشت و رفت. کسی که وقتی قول داده بود نیومد. هیچ وقت برنگشت. نگشت. تو اون کسی هستی که هیچ وقت نامه ای ننوش که توضیح بده چرا یا حتی بگه زنده یا مرده تو شهامتشو نداشتی که با من به هم بزنی تو اونقدر مرد نبودی که با من رو به رو بشی فقط قیبت زد بزدل احمق کسافت تو بعد این همه سال با قایق پاشدی اومدی اینجا؟ تو از اون بدتری؟ چیز شاید کامل نباشه اما تو از اون خیلی بدتری. ناگهان ساکت شد و به او چشم دوخت. تیت با حالتی صادقانه با لحنی التماس گفت تو راجه به من درست میگی کیا؟ تمام حرفایی که زدی درسته. من بزدل احمق بودم و حق نداشتم حرف چیس رو پیش بکشم. اصلا به من ربطی نداره. من دیگه هیچ وقت اذیتت نمی کنم. فقط حتما باید ازت عذرخواهی از از خواهی کنم و یه چیزایی رو توضیح بدم. من این همه سال پشیمون بودم کیا. لطفا. کیا مانند قایقی که تازه باد از کنارش گذشته همانطور سر جایش ایستاده بود. تیت برایش بیش از عشق اول معنی داشت. او در دلبستگی کیا به مرداب سهیم شده بود. به او خواندن آموخته بود و تنها رشته ارتباطی او گرچه نچندان محکم با خانواده از دست رفتش بود. او صفحه ای از گذشتهاش بود، برشی از گذشته که به دفترچه خاطراتش چسبانده شده بود. چرا که او تنها چیزی بود که داشت. وقتی خشمش فروکش کرد تپش قلبش تندتر شد وای ببین چقدر خوشگل شدی یه زن واقعی شدی اوضایت رو به راه هنوز صدف میفروشی از اینکه کیا ها این حد تغییر کرده شگفت زده شده بود چهرش موقر بود اما به یاد ماندنی گونه هایش برجسته بود و لبهایش قلوی. آره آره. ببین برات یه چیزی آوردم. از داخل یک پاکت پر قرمز گونه یک دارکوب شمالی بیرون آورد و به او داد. کیا خواست آن را روی زمین پرت کند اما هرگز چنین پری پیدا نکرده بود. چرا باید آن را نگه نمی داشت؟ بدون آنکه از او تشکر کند آن را داخل جیبش فرو کرد تیت با سرعت شروع به صحبت کرد کیا ترک کردن تو نه تنها کار اشتباهی بود بلکه بدترین کاری بود که من تو زندگیم انجام دادم من سالها به خاطر این کارم افسوس خوردم و برای همیشه افسوسش رو میخورم من هر روز به تو فکر میکنم تا آخر عمرم از اینکه تو رو ترک کردم پشیمونم من واقعا فکر کردم تو نمیتونی از مرداب بیای بیرون و تو دنیای دیگه ای زندگی کنی برای همین نمیدونستم چطور میتونیم با هم باشیم اما کارم اشتباه بود احمقانه بود که برنگشتم و راجع به این موضوع باهات صحبت نکردم من میدونستم قبلا چند بار آدما تو رو ترک کردن و رفتن. نمیخوام بدونم تا چه حد ناراحتت کردم. من همونطور که گفتی اونقدر را مرد نبودم. حرفش را تمام کرد و به او چشم دوخت. بالاخره کیا گفت حالا چی می این اینکه اگه میتونی یه طوری منو ببخشی. هوا را داخل ریه هایش فرو برد و منتظر ماند. کیا به انگشت‌های های پایش نگاه کرد. چرا باید وقتی هنوز زخمیست، هنوز خون ریزی دارد، بار سنگین بخشیدن را تحمل کند؟ پاسخی نداد. من حتما باید بهت می گفتم کیا. وقتی کیا باز هم ساکت ماند او ادامه داد. من جانور شناسی می خونم. بیشتر راجب به تکس لولی احتمالا ازش خیلی خوشت بیاد. کیا تصوری از آن نداشت. پشت سرش به مرداب نگاه کرد که ببیند چیس میآید یا نه. تیت حواسش به او بود. از همان اول حد زده بود او اینجا منتظر چیس است. همین هفته پیش تیت چیس را دیده بود که با کت پلو سفیدش در جشن کریسمس با دخترهای مختلفی میرقصد. مراسم در ورزشگاه دبیرستان برگزار می شود. وقتی چیس آن دخترها و سن رقص را ترک و شروع به گفتگو با ورزشکاران قدیمی شهر کرده بود، تیت آنقدر نزدیک بود که بتواند صدای او را بشنود که می گوید آره مثل روباهی که تو تله افتاده باشه وحشیه درست همونطوریه که آدم از دختری که تو مرداب بزرگ شده انتظار داره باد تندی وزیدن گرفت و تالاب را آشفته کرد کیا که منتظر چیس بود با شلوار جین و یک پلوور نازک بیرون دویده بود بازوهایش را محکم دور بدنش حلقه کرد تیت به کلبه که از دودکش زنگ زدهاش دود بیرون می آمد اشاره کرد. تو داری یخ میزنی. بیا بریم تو. کیا چند بار نگاه های سریعی به آب انداخت. تیت فکر کنم تو باید همین الان بری. اگر چیس در حالی که تیت اینجا بود سر می رسید چه؟ کیا خواهش می کنم. فقط یکی دو دقیقه خیلی دلم میخواد دوباره مجموعه رو ببینم. کیا در پاسخ برگشت و به طرف کل بدوید. تیت هم دنبالش رفت. داخل ایوان تیت توقف کوتاهی کرد. مجموعه های کیا از یک سرگرمی کودکانه به موزه ای از تاریخ طبیعی مرداب تبدیل شده بود. تیت یک صدف دو کفه را برداشت که کیا کنارش با آب رنگ ساحلی را که آن را از آنجا پیدا کرده بود کشیده بود. توضیحاتی هم بود که نشان میداد این موجود موجودات کوچکتر دریا را می خورد. برای هر گونه به همین شکل توضیح داده شده بود. صدها شاید هزاران گونه وجود داشت. تیت تعدادی از آنها را قبلا وقتی پسر کوچکی بود دیده بود. اما حالا به عنوان کسی که از گزینه های دکترای جانورشناسی بود آنها را به چشم یک پژوهشگر میدید. رو به کیا که هنوز جلوی در ایستاده بود کرد و گفت کیا اینا فوق جزئیات زیبایی دارند باید چاپشون کنی اینا میتونن کتاب بشن چندین جلد کتاب نه نه فقط برای خودم هستن به هم کمک میکنن یاد بگیرم فقط همین کیا گوش کن تو بهتر از هر کسی میدونی که کتابای مرجع برای این منطقه تقریبا وجود نداره این یادداشت‌ها، اطلاعات فنی و طراحی های فوق میتونن کتابایی بشن که همه منتظرشونن این واقعیت داشت. کتاب های مرجع قدیمی مادر در مورد صدف گیاهان، پرندگان و پستانداران منطقه تنها کتاب هایی بودند که در این زمینه وجود داشتند و از دقت بسیار کمی برخوردار بودند. تصاویر ابتدایی سیاه و سفید داشتند و برای هر مدخل اطلاعاتی ناقص ارائه کرده بودند. اگه بتونم یکی دوتا از این نمونه ها رو ببرم میتونم یه ناشر پیدا کنم ببینم چی میگه. کیا به او چشم دوخت؟ نمیدانست به موضوع از چه دیدی نگاه کند. آیا باید جایی میرفت و آدم ها را میدید؟ پرسش هایی که در چشم هایش داشت از نگاه تیت دور نماند. لازم نیست از خونه بیای بیرون. میتونی نمونه ها تو برای ناشر ایمیل کنی. پولم توش هست. شاید مبلغش زیاد نباشه اما دیگه مجبور نیستی بقیه عمرت صدف جمع کنی. باز هم کیا حرفی نزد. یک بار دیگر تیت داشت او را تشویق می کرد مراقب خودش باشد. نه اینکه فقط بخواهد به او پیشنهاد بدهد که از کیا مراقبت کند. به نظر می رسید او در تمام زندگی کیا حضور داشته و بعد رفته است. امتحانش کن کیا چه ضرری داره؟ کیا بالاخره موافقت کرد. تیت چند نمونه با خودش برداشت. او مجموعی از نقاشی های آبرنگ زریف از صدف ها و هواسیل آبی بزرگ را که ویژگی های خاص این پرنده را در هر فصل نمایش داده بود همراه با یک نقاشی رنگ روغن عالی از پر خمیده ابروی هواسیل انتخاب کرد نقاشی پر را بلند کرد از سطح ها حرکت ظریف قلم تشکیل شده بود و رنگ های غنی که در نهایت به مشکی رسیده بودند و طوری نور را منعکس می کردند که گویی نور خورشید روی بوم افتاده است. روی یکی از آنها پارگی کوچکی داشت. که چنان مشخص بود که تیت و کیا هر دو در لحظه اول متوجه شدند نقاشی متعلق به اولین پریست که تیت در جنگل به کیا هدیه داده بود. نگاهشان را از پر به چشمهای یکدیگر دیگر دوختند. کیا رویش را از تیت برگرداند. خودش را وادار کرد چیزی احساس نکند. حاضر نبود به کسی بازگردد که نمیتواند به او اعتماد کند. تیت به طرف او رفت و دستش را روی شانش گذاشت. به آرامی سعی کرد او را به طرف خودش برگرداند. کیا من خیلی متاسفم که ترکت کردم. خواهش میکنم. نمیتونی منو ببخشی؟ آخر کیا برگشت و نگاهش کرد. نمیدونم چطوری این کار رو بکنم تیت. من دیگه هیچ وقت نمیتونم حرفاتو باور کنم. خواهش میکنم تیت. تو همین الان باید بری. میدونم. ممنونم که به حرفام گوش کردی و به هم فرصت دادی ازت عذر از از خواهی کنم. منتظر یک ضربه مهلک بود اما کیا دیگر حرفی نزد. لاقل دست خالی بر نمی گشت. امید پیدا کردن یک ناشر می توانست بهانه ای باشد که دوباره با او تماس بگیرد. خدا نگهدار کیا کیا پاسخی نداد. تیت به او خیره شد و کیا به چشمهایش نگاه کرد اما رویش را برگرداند. تیت بیرون در به قایقش نگاه کرد از در بیرون رفت و به راه افتاد. کیا منتظر ماند او برود. سپس روی ماسه نمناک و سرد تالاب نشست و منتظر چیس ماند. با صدای بلند حرف هایی را که به تیت زده بود تکرار کرد. چیس شاید کامل نباشه اما تو از اون خیلی بدتری. اما همانطور که به آبهای تیره دور دست خیره شده بود کلمات تیت در مورد چیس از فکرش بیرون نمی رفت. بعد یه مهمونی یه دختر موبور و سوار وانتش کرده بود و داشت می رفت. چیس تا یک هفته پس از کریسمس نیامد. وقتی وارد تالاب شد گفت می تواند آن شب را بماند که با هم سال نو را جشن بگیرند. قطرات مه از سقف کلبه پایین میریخت و هوا آنقدر مرتوب بود که دیگر حتی برای یک مولکول رطوبت هم فضایی نبود. برای همین وقتی کتری می جوشید پایین چارچوب پنجره آب جمع شده بود. چیس سازدهنی را از جیبش درآورد و آن را به لبهایش فشرد. کیا احساس میکرد وقتی چیس آهنگ های غمگین می نوازد بیش از همیشه احساساتی است. فصل 28 سیاد میگو 1969 در داگان مردم هنگام نوشیدن بیش از زمانی که غذا میخورند غیبت می کنند. کلانتر و جو وارد سالن باریک و دراز شدند که پر از جمعیت بود و از سمت چپ به قسمتی باز می شد که به نظر می رسید نورش ضعیف تر است و از نقاط دیگر دید ندارد. افراد محلی که همگی مرد بودند چرا که زنان اجازه ورود نداشتند دست دست دور هم جمع شده یا پشت میزهای پراکنده نشسته بودند. دو آشپز سرگرم سرخ کردن سوسیس و میگو، درست کردن صدف و کوفته ذرت، هم زدن بلغور و ریختن نوشیدنی بودند. تنها نوری که وجود داشت از برچسب روی نوشیدنی ها بود که رنگ کهربایی داشت و مانند آتش در هوای باز چهره های ریشدار را نوازش می کرد صدای تختق توپ های بیلیارد از پشت سالن شنیده میشد اد و جو آهسته به طرف دسته ماهیگیران وسط رستوران رفتند و به محض اینکه نوشیدنی و صدف سرخ شده سفارش دادند پرسش ها شروع شد. خبر جدیدی نیست؟ چطور اثر انگشتی وجود نداره؟ این خبر درسته؟ شماها به اون مرده هانسون فکر کردین؟ اصلا دیوونه است. ازش برمیاد همچی کاری کرده باشه. از برج رفته باشه بالا هر کسی که میرفته اونجا هلش داده باشه پایی. این ماجرا شما رو گیج کرده نه؟ جو یک طرف را نگاه می کرد و اد طرف دیگر را و همینطور میان حیاهو پیش می رفتن. پاسخ می دادند، گوش می کردند و سرتکان می دادند. سپس میان همهمه ها گوش کلانتر صدای آهسته شنید. وقتی برگشت با هال میلر خدمه قایق ماهیگیری تیم اونیل روبرو شد. میتونم یه دقیقه باهات صحبت کنم کلانتر؟ تنها. اد عقب رفت. معلوم حال با هم بیا. او را به میز کوچک کنار دیوار هدایت کرد و پشت میز نشستن. میخوای نوشیدنی تو پر کنی؟ نه فعلا کافیه. به هر حال ممنونم. یه چیزی تو فکرت حال؟ آره معلومه که هست. باید بریزمش بیرون یه کم داره اذیتم میکنه. خب بیا در موردش صحبت کنیم. حال سرتکان داد. وای رفیق نمیدونم شایدم هیچی نباشه. شایدم باید زودتر بهت میگفتم اون چیزی که دیدم نگرانم کرده. تو فقط به هم بگو. بعد با همدیگه بررسیش میکنیم ببینیم مهم هست یا نه. خب در مورد ماجرای چیس اندروزه. همون شبی که اون مرد خب من داشتم روی قایق تیم کار میکردم وقتی داشتیم به خلیج برمیگشتیم دیر وقت بود. خیلی از نیمه شب گذشته بود. من و الن هانت اون زن رو دیدیم. اونی که مردم بهش میگن دختر مرداب. داشت با قایقش از خلیج خارج میشد. شما دیدی؟ چقدر از نیمه شب گذشته بود. احتمالا حدود چهل و پنج دقیقه صبح بود. با قایقش داشت کجا می رفت؟ خب موضوع همینه کلانتر. داشت یه راست می رفت سمت برج آتشبانی. اگه به همون مسیر ادامه میداد، تو خلیج کوچیک جلوی برج آتشبانی از قایقش پیاده می شد. ات نفسش را بیرون داد. آره حال این اطلاعات مهمه خیلی مهمه مطمئنی که خودش بود؟ خب همون موقع من و الن در موردش صحبت کردیم و تقریبا مطمئن بودیم که خودشه یعنی هر دومون به یه نتیجه رسیدیم تعجب کرده بودیم که اون دیر وقت اونجا چی کار داره بدون هیچ نوری همینطور با قایقش جلو میرفت شانس آوردیم دیدیمش ممکن بود از روش رد بشیم بعدش دیگه اصلا ماجرا رو فراموش کردیم بعدا من دو دو تا چهار تا کردم متوجه شدم همون شبی بوده که چیس توی برج مرده خب فکر کردم بهتر اطلاعاتم رو بگم توی قایقتون کس دیگه ایمون رو دید؟ من از اونش دیگه خبر ندارم مطمئنا کسای دیگه ایم بودن ما داشتیم راه برگشت و میرفتیم و همه بیکار بودن. اما من هیچ وقت در اون مورد با کسی صحبت نکردم. میدونی آخه اون موقع علتی برای این کار وجود نداشت. تا به حالم ازشون نپرسیدم. میفهمم حال. تو کار درستی کردی که به من گفتی. این وظیفته که چنین اطلاعاتی رو بدی نگران هیچی نباش. تنها کاری که باید بکنی اینه که به من بگی چی دیدی. من از تو و علن میخوام یه اظهارنامه بنویسین. حالا میشه برات اون نوشیدنی رو بگیرم؟ نه متشکرم. الان دارم میرم خونه. شب بخیر. شب بخیر. بازم ممنون. به محض آنکه حال رفت اد برای جو دست کان داد که هر چند ثانیه یک بار از دور نگاهی به او انداخته بود تا حالت چهرهش را بخواند. آنها یک دقیقه صبر کردند که حال خداحافظی هایش را بکند از آنجا خارج شود و قدم به خیابان بگذارد. بعد اد به جو گفت که حال چه دیده است. جو گفت رفیق دیگه چیزی نمونده سر نخو پیدا کنیم نظرت چیه؟ من فکر میکنم احتمالش هست که قاضی در این مورد مجوز بازرسی صادر کنه. مطمئن نیستم. دلم میخواد پیش از این که ازش بخوام مطمئن بشم. ما میتونیم با مجوز محل زندگیش رو بگردیم و دنبال علیاف قرمز باشیم که بتونیم با اونایی که روی لباسای چیز پیدا کردیم تطبیق بدیم. ما باید از ماجرای اون شب سر در بیاریم.